گروهی از مردم زاگرب پایتخت کرواسی پنجشنبه شب با روشن کردن شم یاد قربانیان کشتار وکووار در این کشور را گرامی داشتند شهر وکووار در سال 1991 میلادی به مدت 87 روز تحت معاصره ارتش مردمی یوگسلاوی سابق بود و در آن مدت 1624 نفر از جمله 12 کودک در این شهر کشته شدند مردم کرواسی هر سال در روز 28 آبان یاد قربانیان کشتار وکووار را گرامی می‌دارند به همین مناسبت هیئت دولت کرواسی روز پنجشنبه در اقدامی نمادین جلسه خود را در این شهر برگزار کرد وکیل انجمن بازماندگان کشتار وکووار در عرض ده سال گذشته به جمع آوری شواهدی از جنایات رخ داده در اردوگاه های تحت کنترل نیروهای سرپ پرداخته است او میگوید در ماه ژوئیه با معاون دادستان جنایات جنگی در بلگراد گفتگو می کردیم و او به طور علنی اظهار داشت که تا امروز هیچ کاری صورت نگرفته است حتی یک قدم هم برای تحقیق برداشته نشده. طی 25 سال گذشته دادستانی کرواسی علیه 1203 نفر در ارتباط با جنایات رخ داده در وکووار تحقیق جنایی کرده است رئیس شورای شهر وکووار میگوید قابل پذیرش نیست که مهاجمان همچنان آزادانه در شهر راه بروند و مدافعان کروات ما در مرز دستگیر شوند و نتوانند در کشور خودشان آزادانه زندگی کنند نبرد وکووار با پیروزی ارتش مردمی یوگسلاوی سابق و شبه نظامیان سر پایان یافت کنترل این شهر که در شرق کرواسی واقع شده تا سال 1998 میلادی در اختیار نیروهای سرب بود